چند هفته قبل بود که این خبر تلخ جامعه یهودیان ایرانی آمریکایی رو در ایالت کالیفرنیا شوکه کرد. بنجامین هارونی، دکتر جوان دندانپزشکی که در مطب خودش به ضرب گلوله جان خودش رو از دست داد، حالا پس از گذشت روزها و هفته‌ها در مقابل ساختمان شهرداری شهر ببرلی هیلز در لس آنجلس مراسم یادبودی با حضور اعضای خانواده و دوستان او برگزار شده. بن به چیزی که دوست داشت و از آن لذت می‌برد، تلاش و تعهد خستگی ناپذیری را اختصاص می‌داد. بن اولین شاگرد پیانویی بود که بعد از مهاجرتم به آمریکا داشتم و این پسر دوست داشتنی همش به فکر کمک به دیگران بود. به نظرم بعضی از مردم دچار نفرت شدن و نفرت شیطانی ترین چیز تو این دنیاست و برای جامعه هیچ سودی نداره. باور ندارم که این معرف بخش عمده جامعه باشه. اعتقاد دارم که بیشتر جامعه مملو از عشق و دلسوزیه. Now that his soul is freed, that light can spread all the way across the world so that everybody can experience his positivity forever. قطعاً نفرت دلیل اصلی این کار بوده. اینکه چرا از بن متنفر بوده نمیدونم، برای اینکه بن خیلی آدم دوست داشتنی بود، همیشه عشق و احترام نسبت به دیگران داشت، به خصوص نسبت به مریضاش. امیدوارم که قانون بتونه واقعیت رو پیدا کنه. این یک تراژدی بزرگ بود، نه تنها برای من و خانواده‌اش، بلکه برای همه جامعه. فکر می‌کنم تنها راهی که بتونیم ازش عبور کنیم همبستگی و عشق برزیدن هستش و اشاعه عشق و مثبت اندیشی. مراسمی که در مقابل ساختمان شهرداری شهر ببرلی هیلز در لس آنجلس برگزار شد، اعضای خانواده و دوستان بنجامین هارونی با ایراد سخنرانی در وصف او یاد او را گرامی داشتند. امیر گیتی، صدای آمریکا، لس آنجلس.